در سال 1970 میلادی دانشجویان خط امام در ایالات متحده با مدیریت مصطفی چمران یک انجمن را تأسیس کردند که بعدها به سازمان دانشجویان مسلمان آمریکای شمالی معروف شد. این انجمن در طول بیش از 4 دهه چنان قدرت گرفت که به یکی از بزرگترین بنیادهای مسلمانان در خاک ایالات متحده تبدیل شد. چمران با روابط خود توانست به شکل‌گیری و قدرتمندتر شدن انجمن دانشجویان مسلمان آمریکای شمالی کمک کند. او تا قبل از سال 60 چندین بار به ایالات متحده سفر کرد تا دستورها را شخصا پیگیری کند. این گروه در ابتدا برای برگزاری اعتراضات و پلتفرمی برای پروپاگاندای جمهوری اسلامی طراحی شده بود، ولی بعد از سال 57 تغییر شکل داد. انجمن مسلمانان آمریکای شمالی مروج ایدئولوژی اسلام شیعه را در دستور کار خود قرار داد و به یکی از قدرتمندترین مراکز اسلامی در ایالات متحده تبدیل شد. در ایالات متحده میلیون‌ها دلار بودجه، خیریه و خمس و زکات به صندوق این سازمان سرازیر شد. از سراسر دنیا به این سازمان کمک شد تا در ایالات متحده یک پلتفرم و جایگاهی برای مسلمانان به خصوص مسلمانان شیعه تشکیل شود. و همچنین در حال حاضر سازمان زکات اسلامی در ایالات متحده نیز زیر مجموعه این انجمن است. بیش از نیمی از انجمنها و سازمانهای اسلامی در خاک ایالات متحده زیر نظر این گروه هستند و از دل این گروه بیرون آمدند. مهاجران مسلمان شیعه پاکستانی، افغان، لبنانی و فلسطینی و دیگر کشورها که در ایالات متحده زندگی می کنند، فرزندان خود را به دست این انجمنها سپرده تا در آغوش اسلام تربیت شوند و رشد کنند. انجمن دانشجویان مسلمان آمریکای شمالی توانست به کمک اعضای خود که در دانشگاه‌های ایالات متحده به مدارج بالا رسیده بودند، جای خود را در صدر انجمن‌های اسلامی در ایالات متحده رسانده و دریافت‌های مالی خود را افزایش دهند. انجمن‌هایی که معاف از مالیات هستند. این انجمن اسلامی در ابعاد گسترده و به سرعت در حال تبلیغ و ترویج ایدئولوژی اسلام شیعه در ایالات متحده است. بسیاری از کودکانی که تا چشم باز کردند به اجبار خانواده در مراسم مغزشویی این گونه سازمان‌های عقیدتی قرار گرفتند و در حال حاضر از پدر و مادران خود نیز افراطی‌ترند. مسئولین این انجمن‌ها ارتباط مستقیمی با حوزه علمی قم و جامعه المصطفی در ایران دارند و مدارک فقهی خودشان را از آنجا دریافت می‌کنند. مانند شیخ سلیم یوسف علی، او متولد ایالات متحده و فارغ التحصیل مقطع کارشناسی علوم کامپیوتر از استنفورد، کارشناسی ارشد فقه از مجموعه جامعه المصطفی مرکز آموزشی مذهبی در قم و یکی از ارگانهای مهم جمهوری اسلامی برای ترویج اسلام شیعه در سایر کشورها که به دستور خامنه‌ای تأسیس شد. این مجموعه که در شهر قم واقع شده و در 60 کشور جهان شعبه دارد، در کشورهایی که جامعه مسلمان دارند نماینده دارد و از طریق این نماینده افراد مناسب برای آموزش اسلام را شناسایی و آنها را برای آموزش طلبگی و فقه به قم اعزام می‌کند. در لایه بودجه 1401 میزان بودجه در نظر گرفته شده برای این مجموعه با 4% افزایش نسبت به سال قبل نزدیک به 577 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این نهاد در سال 2020 از جانب وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به اتهام ارتباط با فعالیت‌های نظامی اطلاعاتی نیروی قدس سپاه مورد تحریم قرار گرفت. یوسف علی بعد از پایان مقطع کارشناسی علوم کامپیوتر از استنفورد در سیلیکون ولی مشغول به کار شد. او در سال 2004 به دستور تهران به قم رفت و در حوزه علمی تحصیل کرد و در مجموعه جامعه المصطفی در رشته فقه و اسلام شیعه کارشناسی ارشد را تمام کرد. شیخ سلیم یوسف علی به بازوی جمهوری اسلامی در کانادا تبدیل شد و در مرکز مطالعات و تحقیقات انیستیتو ولایت در کانادا مشغول به تدریس و مغزشویی کودکان و نوجوانان نسل اولی و دومی مهاجران مسلمان شد. یوسف علی به دستور تیم لابی جمهوری اسلامی در سال 2019 به ایالات متحده بازگشت و در مدرسه الهادی در هیوستون تگزاس مشغول به تدریس کودکان و نوجوانان مسلمان در بخش زندگی با اسلام شد. مدرسه الهادی همان مدرسه‌ای است که در آن
سرود سلام فرمانده اجرا و ضبط شد. این مدرسه در حال حاضر از مجموعه بزرگ تعلیمات و تحقیقات اسلامی الهادی در هیوستن تگزاس است. بیشتر بودجه این مجموعه بزرگ از طریق راه‌های غیرقانونی به دست جمهوری اسلامی تأمین می‌شود و مقداری نیز از طریق زکات مسلمانان مهاجر در کانادا جمع‌آوری می‌شود. Just like Bahjat, just like your loyal sergeant, I'll be your servant. It was released, it started to gain popularity all around the country of Iran. You know, we're talking about videos being seen millions of times. We're talking about like people reenacting this and doing it in different parts of the country. Sometimes you have tens of thousands of people there. به تازگی پادکست سخنرانی شیخ سلیم یوسف علی در مورد سرود سلام فرمانده منتشر شده که در آن یوسف علی بیان می‌کند این سرود به 150 زبان دنیا ترجمه شده و همچنین کلید قلب هاست و قلب انسان‌ها را لمس می‌کند. جمهوری اسلامی به صورت گسترده از واشنگتن دی سی گرفته تا لس آنجلس و از ونکوور گرفته تا تورنتو با قرار دادن مهره‌های خود مسلمانان ایالات متحده و کانادا را کنترل و جهت‌دهی می‌کند. چرا که آرای مسلمانان مهاجر به دلیل همبستگی و همچنین تعداد بسیار اهمیت دارد. نفوذ گروه‌های مختلف لابی جمهوری اسلامی به قدری در ایالات متحده قدرت گرفت که بنابر گزارش وال استریت جورنال در انتخابات 2020 ایالات متحده میلیاردها دلار از خارج از این کشور برای کمپین‌های مخالف و مبارزه انتخاباتی با ترامپ وارد سیستم مالی و خاک ایالات متحده شده است. ترویج ایدئولوژی اسلام شیعه و اهداف پروپاگاندای جمهوری اسلامی با مدیریت و سازماندهی برنامه ریزی شده همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. یا حسین یا مولا مهلن مهلا یا حسین یا مولا یا حسین یا مولا The tyrants wanted to crush the struggle, but it shall never end, and also RTL. Everyone is moved on, hearing her trouble. Karbala is and will be remembered each year. In the stormy seas, we've not yet set ashore. Many evil minds would want to stop RTL, but this morning will continue forevermore with cries of Ya Hussein. Ringing in your ears.